آن برگشتیم با یک ویدیو برای نحوه این که چجوری چیو ارتقا بدیم که بتونیم تو کمترین حالت آپگرید، تعداد آپگرید که اینجا مشخصه نشونتون بدم، بهترین عملکرد رو داشته باشیم. خب این تعداد آپگرید هاست مالای من، خب 1632. خب حالا ما میتونیم تو هر رنگی یه سری نیروه حیاتی هستن که اونا رو آپگرید کنیم که برای مثال بتونیم با کمترین هزینه بهترین عملکرد رو داشته باشیم. تو فعلا رنگ قرمز، بعد نشونتون میدم، آبی رو هم حتما براتون توضیح میدم. خب مهمترین فاکتور این گیم مطمئنا سربازمونه، چرا که وظیفه منابعگیری یا همون ریسورس گیری رو به عهده داره. باید قوی باشه. حالا من مکس نیست، در آینده کاملش میکنم، قفل میکنم همه رو، ولی این خیلی مهمه. یکی این خیلی مهمه، یکی هم قایقمون، کایمن. اینم بسیار مهمه، یا باید مکس باشه یا در حد این که بتونه ریسورس بگیره و یه توانایی داشته باشه. حالا من تا این تعداد آپگرید کردم، در انده اینا هم باز حتما مکسش میکنم. خب حالا چرا اینا مهم؟ من گفتم که اشاره کردم، چون هم ریسورس دریا داریم ما، هم زمین. اینا اگه قوی باشن خیلی راحت‌تر میتونید به اون منابع برسید. پولم دیگه مهمترین فاکتور همه چیزه، چه توی گیم چه هر جای دیگه، مهمترین چیز برای پیشرفت پوله. پس ما باید توی گیم یه پول خوب بتونیم به دست بیاریم که زودتر پیشرفت کنیم تو همون بتلی که داریم میزنیم. وقتی این دوتا نیروتون مکس باشن راحت‌تر میتونید بجنگید توی دریا و زمین و اون منابع رو دریافت کنید. خب بچه حالا این اکانت من فول مکس نیست، اما در حد بتلا سنگین هست، یعنی بتونم به قول معروف کلیممو از آب در بیارم. خب بعدش چی اومدم من آپگرید کردم؟ اومدم کایوتمو. کایوت یه نیروی بسیار مهمی برای قرمزا، چون که هم سرعتش بالا، همونجور که میبینید اسپیدش 85، سرعت 85، تقریبا آرمور و جون خوبی هم داره. من اینو فقط و فقط به خاطر اینکه بیس حریف و اول بازی اسکات کنم، دید بزنم و هم سرعتش خوبه و هم جونش خوبه، میتونه قشنگ این کار رو براتون انجام بده که ببینید چی داره میسازه، چقدر پیشرفت کرده تو بیسش و خیلی به دردتون میخوره. اما برای قرمزا تو رنگ تقریبا میشه گفت از 15 به بعد، از 15 دیگه تا لیگ آخر، لیگ یک، اینکه رنگ 25 تا 29، 22 تا 25 فرق نداره دیگه. اینجا سه تا چهار تا نیروی حیاتی داریم، چون چی بهش میگن، مایت این گیمه، مایت این سایده. این چند تا نیرو، جگوارمون باید کاملا مکس بشه، چون یک نیروی بسیار مهمه برای قرمز، برای ساید مقاومت. همینجور که میبینید تو جایی که جون و زرهش رو مکس کردم و دمیجش رو هم فول کردم. حالا اینو که میبینید این سیجمودشه، یعنی همون حالتی که اتومات پهن میشه روی زمین و قدرتش بیشتر میشه تو حالت سیج مود. بعدی رو اومدم پورکوپاین رو مکسش کردم، چون که اینم خیلی مهمه، نیروی ضد هوایی مونه و تو بتل به دردمون میخوره. من اومدم حالا این شلیکاش هم بچه خیلی مهمه، شلیکش هم خیلی جا به دادتون میرسه، مخصوصا تو زمانی که راش میشید توسط سرباز یا تانک اولیه آبی، یا خیلی به دردتون میخوره. نیروی بعدی و اصل مطلب نیروهای ساید مقاومت این نیروه، دودزای ما، همون چملون ما، که بسیار مهمه. این نیرو کلید پیروزی این سایده، یعنی شما اگه بتونید چملونیتون رو قوی کنید و
بتونید با جگوارش هم حالا یکم تمرین میخواد ولی خیلی زود راه میفتید، بتونید اون آمادگی کامل رو ازش داشته باشید، خیلی راحت میتونید جلوی هر پلیری یا آزارش بدید یا پیروز بشید. خب نیروی بعدی که خیلی حیاتیه هاک ما هست، جت ما، جت قرمزمون. این نیرو رو هم حتما ما باید مکسش کنیم چون که هم میتونیم باش اسکات کنیم، اینکه تو بیشتر نوردا با ساید کنفدراسیون ما درگیر میشیم با ورتکس ها و اونا حتما جت میسازن، اکثریت جت میسازن چون ورتکس اونا یه جورای شاه اون سایده و خیلی بسیار قوی و نیرو کاملیه. خب اینو هم که مکس کردیم میایم ببخشید نیروی حیاتی بعدیمون که واقعا واجبه. چرا واجبه؟ چون که تقریبا 60% 70% دقیقشون نمیدونم از نقشه های ما تو این بازی دریا دارن، پس ما باید دریامون مکس باشه و وقتی این مکس باشه دیگه خیالت هم از زمین راحته و هم از دریا. نقشه هم گفتم که 60% 65% 70% دقیقشون نمیدونم، ولی خب میدونم دریا دارن. حالا خودتونم بازی کردید و دیدید این نیروها بسیار حیاتی هم بچه از لحاظ یونیت ها اینا بسیار حیاتی هم و باید ما اینا رو مکسشون کنیم. نیروهای دیگه هم میتونید مکس کنید، مشکلی نداره، اگه پول دارید، طلای کافی دارید، اونا هم اکان ببخشید اگه کامل مکس باشه خوب چه اشکالی داره. ولی این ویدیو رو ساختم برای کسایی که تو کمترین آپگرید بتونن بهترین عملکردو داشته باشن. خب الان میریم سراغ ساختمونامون، ساختمون مرکزی یا همون اشکیو که خیلی مهمه، مهمترین ساختمون این گیمه چون که کلن ما تمام نیروها ساختمونامونو بر اساس این ساختمون مرکزی یا مادر میسازیم و باید تمام چیزهایی رو که به ما داده، پلنهایی که به ما داده رو کامل کنیم، آیتمهایی رو که داده رو کامل کنیم. خب این پول سازه بچه ها، حالا اینا فعلا پول ندارم کاملشون کنم، در آینده انشالله همه رو کامل میکنه. این پول سازه، یعنی نوشته تو بروشورش هم نوشته، توضیحاتش هم داده. بعدی میشه تعداد نیروهای شما، این به شما تعداد نیرو رو میده، هرچی بیشتر آپگریدش کنید و حالا یه محدودیتی هم داره، تو هر لولی یه محدودیت خاصی داره، هرچی بیشتر اینو آپگرید کنید نیروی بیشتری به شما میده. همونجور که دیدی تو لول 1 3 تا نیرو اضافی به شما میده و تو لول بعدی ها یه دونه. خب اینی هم که میبینید اینو که باید از همون اول 3 تا لولش براتون پر میشه و خیلی راحت میتونید کامل کنید. این فضاییه که میتونید ساختمون بکارید، 3 تا لول هم میخواد و خیلی زود مکس میشه، حتما مکسش کنید بتونید فضای بیشتری برای کاشتن ساختموناتون داشته باشید. خب بعدیش این هم جزء آپگریدهای مهمه، البته همشون مهمه، من گفتم که یعنی نمیشه بگی این مهمه اون نیست، همشون باید مکس بشن. این هم یه تایمی که به سرعت ساختموناتون کاشته میشه بهش میگن تایم اولیه بازی، تقریبا تو هر لولی مختلفه. الان من اینو مکسش کردم، آپگرید بعدی مکسش کنم 3 ثانیه بیشتر به من میده، یعنی من تو اون 3 ثانیه هر چی ساختمون بکنم خیلی زودتر، مثلا یه ساختمونی اگه ساخت و سازش 40 ثانیه باشه، تو این زمان اولیه که اول بازی به ما میده بکارمش، تو 1 ثانیه 2 ثانیه ساخته میشه و خیلی جلو میندازه شما رو. اینم که کامپلیت شده، این به شما تو هر لولی، تو این 9 تا لول مقدار پول بیشتری میده، یعنی تو لول آخر ببینید پول اولیتون موقعی میخواد استارت بزنید و شروع کنید 200 تا بیشتر دارید. و اینم برقشه که من کاملش کردم، اینم خیلی مهمه، برق مهمترین فاکتور بعد پول تو این بازی، خیلی مهمه.
خب بریم برای ساختمون حیاتی بعدی که حتما اینا باید فول باشن بچه. یاردمونه، این یارد دو تا آیتم مهم داره، حالا به جز جون و آرمورش چون و همون زره، شاید کسایی که هدفم کلا برای کسایی که تازه اومدن تو این بازی ایرانی شو بگم. خب اینی که میبینید این به شما هر یه دونه به آپگریدی که میکنید یه دونه بهتون فضای بیشتری میده، یعنی یک متر مربع بگم چجوری بگم نمیدونم، میتونید ساختمون بیشتری بکارید، فضای بیشتری به شما میده. اینی که این بالا هست و 13 تا آب کردم ازش من، این به شما سرعت ساخت و ساز ساختموناتون رو افزایش میده و خیلی مهمه. یعنی شما یه ساختمونی رو که میخواد مثلا تو 60 ثانیه ساخته بشه اینو مکس کنید ازش کاهش پیدا میکنه و هم میتونید مثلا تو لولای آخر مثل من اون 60 ثانیه رو به 40 ثانیه تبدیل کنید و خیلی جلو میندازه شما رو توی بازی. بعدیش که خیلی هم مهمه، گفتم که بعد پول برق مهمه، برق مهم. همونجور که میبینید من اینو کاملش کردم چون بیشتر جا وقتی برق ندارید عقب میفتید، مجبورید تو حالت دفاع کردن بوست برق رو استفاده کنید، در صورتی که اگه این کامل باشه مکس باشه نیاز ندارید برق بکارید و بوست دفاع یا حمله میزنید. خب پول سازمون، پول ساز مهمترین فاکتور این گیمه. همونجور که میبینید من جفت پول سازمو کامل کردم. این آیتم به شما سرعت پول سازی رو میده و این آیتم پایینی هم تعداد پولو بیشتر میکنه براتون و هر دوتاش تقریبا مثل همه شبیه همه. ساختمونهای بعدی سرعت ساخت سربازتون که کمپلت شده برا من، این حتما باید مکس بشه. برای فکتوریتون هم حتما باید مکس بشه. همونجور که میبینید این صورت بیرون اومدن تانک هاست. برای چمیلون سازی، مامود و پروکوپاین هم همینطوری تا جایی که تونستم فولشون کردم چون خیلی مهمه، زودتر میان بیرون. و جایگاه جت هم و حالا زیاد مکس نیست، سوختش کامله، این سوخته و اونم تعمیرش. و بچه های چیز مهم دیگه مخصوصا این برای آبیا، برای آبیا خیلی مهمه، تاوراتونه، تاورای دفاعیتونه، زده دریاییتون باید یا کامل باشه یا در حدی باشه که آسیب خوبی بزنه، این اجدرشه و اینو حتما باید مکس کنید. وقتی که مکس بشه بسیار پرقدرته و دفاع خوبی داره. بعدیش آنتی آیره و گان تاور که حالا برای آبیا خیلی حیاتی تره، شاید برای قرمزا کمتر، ولی خب این دوتا، این ستا پایینی مهمن. این مخصوصا میخواید راش دلتا بشید، همون قایق اولی آبیا خیلی به دردتون میخوره، رنج خوبی داره و کمکتون میکنه. خب حالا برسیم سراغ هیرو. هیرو باید مکس باشن، الان دیگه بازی بدون هیرو نمیشه، هیرو حیاتی شدن تو بازی و اینا رو هم مکس کنید. اما اینا رو گفتم که بتونید مثلا تو تعداد 900 تا آپگرید تو مثلا یه رنگ 17 یا 18 بهترین عمل کردو داشته باشید، بتونید خیلی راحت با نیروی اصلیتون بازی کنید. این چیزایی که بهتون گفتم حتما آپگرید کنید، فولشون کنید که حالا بعدا انشالله میتونید نیروی دیگه تون هم مکس کنید. راهی پول در آوردن زیاده تو این بازی، ایونت های مختلف میده، تو یک سال 4 تا ایونت خوب میده که توکن میده، گولد میده و پول خوبی میده که انشالله میتونید راحت بالا بیایید. خب دوستان اینو هم گرفتم، چند تا از بچه هم بهم گفته بودن اینو هم گرفتم که فرق نداره. حالا من برای قرمز توضیح دادم، برای آبی خب بازم همین 4 تا نیروی اصلی مهمه، مثلا اونا زئوسشون، تایفونشون، شیلدشون، حالا یکی دوتا نیروی دیگه هم دارم، من چون اکانت آبی مکس ندارم نمیتونم بگم، ولی خب برای ما ماموته، برای اونا تورنته، اونا رو مکس کنم. و ورتکسشون که جت آبیشونه، یک نیروی دوست داشتنی و بسیار قویه،
همینطور دریاییشون فرقی نداره، یعنی فقط اسمشون جابجا شده و یعنی نیروی اصلی بازی همینان. خب دوستان دمتون گرم که اینو دیدید، حتما لایک کنید اگه خوشتون اومد. ان شاءالله بعدا فیلم‌های آموزشی دیگرم میذارم براتون. یا علی تا بعد.